عزیز برگشته. هر جوری شده نباید بذاری نزدیک ویلا بشه. این دختره هم ساکت نگه دار. دختره با دعوا ساکت نگه دارم، اما پیرزنه خیلی بد قلق و بد پیله است. یه مدت باید دست و اعصاب بریم تا خرمون از پل بگذره. عزیز بد پیله است، اما برگشتنش به نفع ماست. نقطه ضعف مادر مادرشه. تا مادر اینجاست خوب سواری میده. آخرش چی تیمو؟ که میخوای دختره رو خلاص کنی؟ نگرش داشتی که چی بشه؟ سخت‌تر از کشتن گم و گور کردن جنازه است. از دست دختره خلاص میشیم، اما از شر جنازه این راحتی ها نمیشه خلاص شد. یک گوشه چالش میکنیم، کی میفهمه؟ وسط کار پیرزن سررسید چی؟ جنازه میشه دوتا، اماد اومد میشه ستا. همه اینا شدنیه، اما با خواب و خیالایی من جور در نمیاد. وقتی تمامش میکنیم که دست پر اینجا بریم. رو من حساب کن پدر، تو مصرفت خیلی بالاست. یه بند داری چرت میزنی. به خاطر بیکاریه که چرت میزنم. شما لب تر کن، من شیشتا حواسم رو جمع میکنم. لب تر کردم، بپو تا برگرد. شو؟ آره. به چی یاده نرفته؟ گمو نکن. فراز که چایی کو؟ تو ماشینه، مگر جونم سیر شده. افسانه کجا رفت؟ رفتم آخری ببینه میتونه علی رو راضی کنه با همون بیا. هنوز ناامید نشدی؟ نه هنوز. چرا نمیای پس؟ تعصب گریه ندارم. منم از خدافظی بدم میاد. کاش تو هم میومدی. ایشالله یه بار دیگه، این دفعه قسمت نبود. برات مهر و جانماز ترمه میارم. دستت درد نکنه. علی، یه حرفی مونده تو گلوم، بپرسم جوابمو میدی؟ بپرس. اول باید قول بدی که جواب بدی. جواب مهم نیست، سوال مهمتر. ولی قول نمیدم. چرا قول نمیدی؟ برای که من هر موقع قول میدم حتما عمل میکنم. ما داریم میریم زیارت، اما من نمیدونم چرا نظرمون قبول شده. تو میدونی؟ میدونی مگه نه؟ تو انقدر برام عزیزی که نمیتونم جواب بدم. اینو فقط به تو میگم، همین یه بارم میگم. نظرتون قبول شد چون اعدام حق من نبود. من تاوان اشتباهمو با حبس و زندون داده بودم. قلبا پشیمون بودم. روزی صد بار به درگاه خدا توبه برده بودم. من به سینا چاقو زدم، اما چاقویی که مال من نبود، چاقویی که سینا برای کشتن من به خودش آورده بود. ولی سینا با ضربه چاقوی من نمرد. اون چیزی که از چشم همه، حتی خودم پنهون مونده بود، از چشم خدا پنهون نبود. وقتی مردم انگار پرده از جلوی چشمام کنار رفت. همه چی رو دیدم، هم خودم هم سینا رو. دیروز رفته بودم سراغ هم کلاسی قدیمیم، فهمیدم اول باید اسم قاتل رو خودم پاک کنم. این لکه تا آخر عمر با من میمونه اگه اون آدمو با خودش روبرو نکنه. اون تونست خودش رو از چشم قانون پنهون بکنه، اما کی میتونه خودش رو از چشم خدا پنهون کنه؟ میدونم که باید اسممو پاک کنم، اما نمیدونم چجوری. دلم میخواست تو این سفر همراهتون بودم، ولی یه موقعی میام زیارت که روم بشه از در حرم بیام داخل. راجب کی حرف میزنی؟ سینا رو کی کشته؟ دیگه هیچی نپرس، به هیچ کس هم چیزی نکن، فقط برام دعا کن. بیا بریم، میخوام از زیر قرآن ردتون کنم، پشت سرتون آب برسم. مجله ماشینای من رو انداختین دور؟ نه، سویلا همه رو جمع کرده رو پلای زیر زمین. تو اون کمد مگه جای کیو تنگ کرده بود؟ جای سهیلا رو. من میخوایشون چیکار؟ انگار تو این دنیا قرار همه پسرا پدر پیشه بشن. من که راه پدرمو دنبال کردم، پسرم هم بدتر از من عشق ماشینای قدیمیه. بهش قول دادم مجله ماشینای قدیمی رو براش ببرم. خدا کنه پسر من رنگ از پدرش نگیره. من مجبور شدم، شاید پسرتو مجبور نشه. تو که جور همه ای ما رو کشیدی. بالاخره یکی باید این کارو میکرد. میخوام بگم ما همه ازت ممنونی. میدونم از اینجور حرف زدن خوشت نمیاد. خوبه خودت میدونی. چرا نمیذاری آدم بهت ابراز علاقه کنه؟ خواهر و برادریم. خب کارده تو بکن با بی عاطفه. دوست داشتنی. Thank you.
من فرهمند هستم، از طرف آقای نیازی معرفی شد. بله بفرمایید بشینید. باید تشکیل پرونده بدید. این فرما رو پر کنید لطفاً. خیلی معطلی داره. شما چقدر وقت خالی کردین؟ معمولاً بیشتر از بقیه دکترا طول میکشه. هر دفعه و زمان جلسات بیشتر هم میشه. جلسات اول کوتاست اما جلسات بعد بیشتر طول میکشه. و همه این فرم رو باید پر کنم؟ لطفاً. همش رو دکتر میخونه؟ من براشون خلاصه نویسی میکنم. اسمت چیه؟ امید. چه اسم قشنگی. کلاس چندومی؟ پنجم. شما چی؟ اسمم چیه کلاس چندومم؟ کدومش؟ هر دوتاش. اسمم شیواز. درسم هم تموم شده. چی کار میکنی پس؟ نجات غریق بودم. یعنی دیگه نیستی؟ نه اما هنوز شیوا. اینجوری که نگاه میکنی لابو چبیه کسی هستم که تو میشناسیش، مثلا خواهرت. من خواهر ندارم اما تو دلت برای خواهرت تنگ شده. چی؟ تو دلت تنگ شده، من حسش میکنم. امین جان مزاحم خواهر نشد. نه مزاحم نیست، منم دلم برای مامانم تنگ شده. مامان من برمیگرده اما خواهر تو دیگه بر نمیگرده. خانم سعادت بفرمایید داخل. تو اینا را کجا میدونی؟ حق ببخشید خانم، خواهش بکنم حرفش جدی نگیری. اخیراً روزای خیلی سختی رو گذرونده. ولی چیزایی که میگه خیلی عجیبه. بچه ها حسشی شما خوبی دارن. به خاطر همینم منو بردن دکتر. خانم سعادت دکتر منتظر شما هستن. چی میخواستی حقیقت رو پنهون کنی؟ من نمیخواستم پنهون کنم، موقعیتش پیش نیومد بهت بگم. الان موقعیتش پیش اومده، بگو. خب همه چی همونیه که خوندی. رفتی و رضایت دادی؟ رضایت ندادم و علی اعدام شد. پس این چرا زنده است؟ این دیگه کار خداست. اما تو رفتی و رضایت دادی. سهیل همه چی رو با هم قاطی نکن، یه قبل و بعدی هم وجود داره. من از خون سینا نگذشتم، سر قولم به تو و روح سینا باقی موندم. علی اعدام شد، مرد، همه شاهد بودن. وقتی زنده شده من چی کارم که با خواست خدا به جنگم؟ گول خوردی. من راضی شدم به رضای خدا. تو این داستان مسخره رو باور کردی؟ من باور کردم، کار خدا بی حکمت نیست. خامت کردن مادر من. من به تو اعتماد کردم، بهت وکالتنامه دادم، گفتی رضایت نمیدم. من رضایت ندادم. اون پسر اعدام شد، پزشک زندان مرگش رو تایید کرد. غلط کرد. اینا همشون دستشون توی کاسه است. اینطوری حرف نزن. دست بالای دست بسیاره اما بالاترین دست دست خداست. خدا خواست علی برگرده. این وسط من و تو چی کاره ایم؟ من برادر سینام با دستای خودم خوابون نبشت و گور. من نمیذارم قاتلش راست از سوخیابون بگرده. شما رو تونستن گول بزنن اما از پس من بر نمیان. من با علی حرف زدم، اون پسر الان یه آدم دیگه است. هر جور آدمی شده باشه فرقی تو گذشتش نداره که قاتل سیناست. یه جوری میگه علی علی، انگار پسر خوندته. اون پسر قاتل سیناست، یادت رفته؟ ما هم قصاص کردیم، خدا خواست اون زنده بمونه. همه چی تموم شده، من بخشیدمش. هیچی تموم نشده. پرونده رو دوباره به جریان میندازم. از پزشک زندونم شکایت میکنم. همه‌شون رو به غلط کردن میندازم. حالا میبینیم. کجا داری میری؟ میرم سراغ وکیلش ببینم این حقه کثیف چطور به مغز علیلش رسیده. علی رو به درد سر بندازی ازت نمیگذرم. تو یه بار از خون پسر جوونت گذشتی، از منم میتونی بگذری اطفال. این دفعه قراره کی بره زندون، اون یکی بره زیر خاک. من نمیذارم خون برادرم پامال شه. تا اون نامرد دروغشو گردن نگیره دست از سرش بر نمیدارم. تو هم سعی نکن جلوی منو بگیری، چون من از همه چی میگذشتم. ببخشید زنگ بزنین آژانس لطفا. بله آقای سماواتی شما بفرمایید داخل. بابات کجاست؟
رفته ماشین رو جابجا کنه. خانم سعادت میگه معطلی داره. اب نداره، منتظر میمونم. لطف کنید بفرست. نوبتت نشده؟ نوبت نداشتم. آقای نیازی سفارش کرده که بین مریض برم تو. آقای نیازی کیه؟ شریک بابامه. ناراحت نمیشه اگه بپرسم چرا اومدی دکتر؟ خودت چرا اومدی؟ من خواهرمو گم کردم. تقصیر من بود که گم شد. الان خیلی قصه میخورم. منم قصه میخورم. رفتم پیش فرشته ها، اما هیچ کی حرفمو باور نمیکنه. همه فکر میکنن حالم بده. چه جوری رفتی پیش فرشته ها؟ داستانش طولانیه. من وقت دارم. برات تعریف میکنم. چون میدونم مثل بقیه نمیگه خیالاتی شده. مگه بقیه میگن خیالاتی شدی؟ به خودم نه، به بابام میگن. خب تعریف کن. انقدر که تو شب منتظر اومدنم میمونی مادرم برام صبر نکرد. خدا بیامرزه مادرت. لابد مثل من نگران بوده. تو نگران من یا نگران خودت؟ نگران خودم تیمور. نمیدونم داره چه اتفاقی میفته، نمیدونم داره چه بلایی سرم میاد. داری همه چی میبینی و تماشا میکنی، خوبم میدونی چه اتفاقی داره میفته. چون میدونم میترسم. من قراره تاوان چیزی رو بدم که هیچ دستی توش ندارم. خیال میکنی وانمود کنی، نمیدونی وجدانت پاک میمونه. من وجدانم پاکه. با من حرف از وجدان نزن. من به کسی بدی نکردم. خوبی هم نکردی. تاوان گناه بقیه رو که من نباید پس بدم. نترس، آدم بیگناه تا پای چوبه ای دار میره، آدم گناهکار تا اونجا نمیره. یعنی چی؟ یه مرد واقعی یا تو زندون یا در حال فرار از زندون. فرار از زندون هم دو جوره، یا فرار از زندون به بیرون، یا فرار برای این که دیگه بر نگردی زندون. من دلیل نداره فرار کنم. من زندون بر نمیگردم. هر کسی تو فکرش یه لحظه، فقط یه لحظه فکر کنه میتونه منو برگردونه زندون، لهش میکنم. سرت به کار خودت باشه اماد. من که نباید هر روز نصیحتت کنم. من نصیحت نمیخوام، زندگی قبلیمو میخوام. سمت باغ که میام تو راه پر سرعت گیره. میدونی چرا تو راه سرعت گیر میزنم؟ چون پلیسا به شور راننده ها اعتماد ندارن. از من به تو ضرری نمیرسه مگه اینکه تو بخوای به من ضرر بزنی. از سر رامور کنار. خوشت اومد پیر من. بریم، وقت خداحافظی. تازه دوستای تازه میخواد. برو دنیا رو بگرد. اگه دوستی بهتر از من پیدا کردی پیشش برو. من دلخور نمیشم. اما اگه برگشتی بدون که چشم برایت بودم. تو دو قفس به دنیا اومدی، تو قفس پیر شدی، اما تو قفس نمیر.
یه روزای صبح با لبخند از خواب بیدار میشی و خیال میکنی دنیا بر وفق مراده. یه روزایی هم با درد و خستگی از خواب بیدار میشی و میگی خدا امروز رو به خیر بگذرونه. ته هر دو روز وقتی خوب فکر میکنی میبینی مثل هم بودن و فرقی نداشتن، فقط تو کسل بودی و از روزت لذت نبردی. این پرونده به بنبست رسیده قربان. شهادت خانواده مراد اون رو نجات داد و تصویر چهره نگاری شدن فعلا شبیه هیچ کس نیست. شاکی از آزادی بچهش راضی و به کسی هم مظنون نیست. شاید یه بچه 11 ساله است که معلوم نیست خیال پردازه یا چی. خلافکارا هم که حرفه‌ایان و ردی به جا نذاشتن، معلومه دست پلیس خالی میمونه. با این حال هنوز این پرونده مفتوحه. من همش فکر میکنم قدم بعدی ما چی میتونه باشه، اما به جواب نمیرسم. قدم بعدی ما وابسته به قدم بعدی آدم رو باهاست. شما فکر میکنین قدم بعدی آدم رو باها چیه قربان؟ پول انگیزه بیشتر آدم رو باهی هست. آدم رو باها به پول نرسیدن، یه مدت پنهون میشن اما به شکل دیگه ای برمیگردن. لازم به فرمان توشدار بدیم؟ بله خودم هستم، بفرمایید. فرشته قرار بود بره شهرستان، با موبایلش تماس گرفتیم؟ با خونه چطور؟ بله متوجه، من پیگیری میکنم. ممنون از تماستون. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد. اتفاقی افتاده؟ نمیدونم. سلام پدر، خوبی؟ چه خبر؟ چوک مشغولیم. از فرشته چه خبر؟ من کار داشتم، چند وقت ندیدمش. قرار بود بیاد خونه، پس برنامه‌اش عقب افتاده. میخواستم برم خوابگاه دیدنش، گفتم تو این فاصله شاید اومده باشه خونه. باشه، همین امروز میرم سراغش. چشم، بهتون خبر میدم. به مادر سلام برسون. خداحافظ. طوری شده قربان؟ کمکی از من برمیاد؟ آره. اینقدر سوال نکن. متهمان و مجرما رو باید سوال پیچ کنی، نه منو. ببخش. مرز کار و زندگی رو گم نکن بیاد. کجا میری؟ دنبال بدبختی. اون بیرون بدبختی تقصیر میکنن؟ حالا همه رو میارن در خونهشون، اما من خودم باید برم دنبالش. منم میام زنبیل بذارم. ببین من میفهمم تیمور چرا اینجاست، اما اصلا نمیفهمم تو چرا اینجایی. نوکرا با ارباباشون یه علاقه اشلاق میکنن، اینو میفهمی؟ رو که رو نیست دیگه، رسما شدی نوکر ارباب. تو زندگی به یه جایی میرسی که میفهمی واسه ریاست ساخته نشدی، خلقت کردن که به بقیه خدمت کنی. خدمت کنی مواجب میگیری، نکنی گوش نمیمونی. سگا هم اینجوری زندگی نمیکنه. سگ شعور نداره، واسه همین بهش گوش نمیدن، استخون جلوش پرت میکنن. من نوکر تیمورم، اما رفیق تو هم هستم. منظور میخوام یه چیزی بهت بگم، اگه نخود تو دهنت خیس بخوره بگو. تیمور اسلحه داره، مواظب باش. یه بار دیگه دست از پا خطا کنی ممکنه قاطی کنه و ازش استفاده کنه. میدونی که تیمور حساب کتاب تو کارش نیست. تیمور بهت گفته اینا رو بگی و بترسونی؟ حالا هرچ بدونی به نفته. من با همه چی کنار اومدم. نمی‌بینی؟ یه کاری کن عزیزم، کنار بیا. تو تیمور رو دو روزه میشناسیش، اما من از بچگی باش بزرگ شدم. تیمور میدونه به عزیز بگه بالای چشده ابروه، اون وقت من میشم یه آدم دیگه. تیمور تا وقتی بهم احتیاج داره دور ور نمیداره، چشتم با آرتوپورتش نره، همچی پایشم و تاریک ببینه اونم میشه یه آدم دیگه. بالاخره گوشی دستت باشه. اون کپ پشت سر منو زد، تو بودی نه تیمور. حالا چی شده مهربون شدی و تریپ رفاقت برداشتی؟ ای بابا، تو برادرم یه وقتایی میزنن به تیپاتا رو هم. آره جون خودت، بگو چی میخوای؟ هیچی، فقط پول لازمه.
همه نوکر از ارباباشو مواجب میگیرن. خوردیم به خنسی. غذاتون که من میدم. چای خوابتون هم که قصبیه. دیگه بیشتر از این شرمنده. زندگی خرج داره خب. بگو اون زهرماری که دود میکنی تک کشیده. قربونه آدم تیپ. برو به تیمور بگو. گفتم. برو پیش عماد. دستم برسه به دست مشتریان بهت برمیگردونم. بهت پول میدم. نمیخوام من برش گردونی. اما یه شرط داره. چی؟ به هم بگو تیمور میخواد با اون اسلحه چی کار کنه. به هم نگفت. به دروغ میگی. نگفت جون تو. ولی یه چیز دیگه میدونم. بهت میگم جای جواب. بگو. غیر اسلحه پولم آورده. تو که گفتی خوردیم به خنسی. ده خوردیم دیگه. بچه هره که بالش دادیم رفت کلی بود پرید. این دخترم که اونده رو دستمون. نه لوا میکنه نه میشه به راحتی از شهرش خلاص شد. عزیزم که یه سره زاخسیامون رو چوب میزنه. باید فلنگو ببندیم و بزنیم به راست جاده. اینجور وقتا هم پول لازمه هم اسلحه. وگه نه این گربه ملوسه میشه سنگ قبرمون. تیمور وقتی آزاد شده میگه میخوام برم اون ورا. حالا فرق میکنه. آدمشو پیدا کردی که ردمون کنه. هستی؟ حالا ببین کی به کی احتیاج داره. شنبه 26 تا الان غیبت داره. عجیبه. نه به من خبر داده نه به خونه. کجا میتونه رفته باشه؟ ما فقط وقتی که دخترها میان ثبت میکنیم و نیان غیبت میزنیم. کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. بازم سابقه داشته غیبت کنه؟ تو این دفتر چیزی ثبت نشده. وقتی غیبت یه دانشجوی طولانی میشه شما به خانوادهش خبر نمیدین؟ نه خیر. جز روالمون نیست. فرشته با خانواده مشکلی نداره. یا نامزدی که ببخشید اما جوونا گاهی از روی لجبازی با خانواده دست به کارهای عجیب غریب میزنن. البته این یه فرضه که فرشته همراه نامزدش باشه. فرضتون غلط خانم خیرتاش. فرشته نامزد نداره. یکی از هم اتاقیاشو صدا کنید تا باهاش حرف بزنم. مثلا ناهید مظفری رو. من قبلا باشون صحبت کردم. اظهار بی اطلاعی میکنن و نگران هستن. صداشون کنید لطفاً. یا اگه لازمه به عنوان مطلع احضاریه بفرستم هم اتاقیاش به همراه شما. تشریف بیارید اداره آگاهی. هر طور میل شماست جناب سرگرد. بله. سلام خانم مرادی، من شیخی هم. بفرمایید. خیره انشالله. حتما خیره. چند روز پیش آقا سهیل تشریف برده بودن اینجا دفتر. من نبودم البته. حدس می‌زدم. تا کی ایران تشریف دارن؟ نگفته. چند وقتی هست. راستش حالا که ایشون هم هستن گفتم فرصت خوبیه که مزاحمتون بشن. سهیل رو کسی نمیتونه قانع کنه. کاش اون روز بودم اونجا خودم باهاشون صحبت میکردم. شماره ای هم ازشون ندارم متاسفانه. خودش پیداتون میکنه. برای چی؟ سهیل دیگه. راستش من در مورد دخترتون مزاحم شدم. ثریا خانم. برای چی؟ برای امر خیر. البته اگه ثریا خانم تمایلی به ازدواج داشته باشن. والا چی بگم، من نه از دل ثریا خبر دارم نه الان فرصت مناسبیه. برای امر خیر همیشه مناسبه. چطور مگه؟ سهیل از وقتی فهمیده که چی شده علی آزاد شده کارت بزنی خونش در نمیاد. توپش حسابی پره. فکر میکنه شما و علی ما رو گول زدین. این که خیلی بده. میخواد پرونده رو دوباره به جریان بندازه. شما نگران نباشین، اتفاق خاصی نمیفته. همه چی روال قانونیشو طی کرده. ایشون هم رفته رفته با موضوع کنار میاد. خدا کنه اینطور باشه. میشه خواهش کنم شما با ثریا خانم صحبت کنی؟ هر چی خدا بخواد. من بهتون خبر میدم. لطف میکنین. خداحافظتون. خداحافظ. کی بود؟ ثریا، تو هنوز امیدواری برگردی خونه حبیب؟ حبیب داره زن میگیره. مگه بهتون نگفتم؟ این جواب سوال من نیست. خب دیگه یه نفر چجوری باید از خونه بیرون کنن که مطمئن بشه راه برگشتی نداره؟ اینم جواب سوالم نیست. خب سوال شما چیه دقیقا؟ حبیب داره ازدواج میکنه. برنامه تو چیه؟ حبیب هر کاری دوست داره بکنه. برای من فقط پویا مهمه. دوباره ازدواج میکنی؟ چه ربطی داره؟
مگه اون زن بگیره من باید شوهر کنم؟ نه ربطی نداره حتما، اما حالا که اون داره یه زندگی جدید بر خودش میسازه، تو هم میتونی به آیندت فکر کنی. آینده من فقط پویاست ماما. بچه ها بزرگ میشن میرن. مگه الان خواستگار دمه در ایستاده؟ شیخی زنگ زد از تو خواستگاری کنه. از من؟ برای چی؟ سریا، مردا برای چی اصلا خواستگاری میکنن؟ حبیب اگه بفهمه دیگه اصلا پویا رو بهم نمیده. حالا فکر کن حبیب فهمیده پویا رو هم بهت میده، ازدواج میکنی؟ مگه شیخی هم زنش رو طلاق داده؟ مگه نمیدونی زنش تو تصادف کشته شده؟ نه از کجا باید بدونم؟ اولین بار که اومد در خونمون برای گرفتن رضایت سیاپوش زنش بود، انگار یه دخترم داره. آخه خب چی میگی؟ پویا رو قبول میکنه؟ نمیدونم. میخوای با شرف بزنی؟ سهیل بفهمه پیش خودش هزار تا فکر و خیال میکنه. تو به سهیل چی کار داری؟ یک کلمه آره یا نه؟ من فقط پویا برام مهمه. یعنی آره؟ نمیدونم، الان غافلگیر شدم. بیچاره زن. برای کار کلاسیش خیلی جاها میرفت، دنبال فضاهای جدید بود، مثل پروژه‌های ساختمان‌سازی، معدن، قهوه خونه، کشتارگاه، هر جایی که فضای کاری انحصارا متعلق به مردها باشه. موضوع کارش همین بود، مکانهای مردونه. اون روز شنبه فرشته کجا رفت؟ رفت تا عکس یه قهوه چی رو بهش بده برای تشکر که اجازه داده بود از محل کارش عکاسی بکنه. نشونیشو میدونی؟ نه. تو لپتاپش باید از عکس‌ها بکاپ داشته باشه. اصولاً باید داشته باشه. لپتاپش رو برام بیار. خانم خیرتاش، بعد قفل کمدش رو بشکن. خب بشکنی. کتماً اجازهش رو خودم می‌نویسم. مسئولیتش با منه. باشه چشم. برم اتاق. منم همراهت میام. از وسایلش بس صورت برداری کنی. شما هم پاشو امضا کنید. شامه من میگه بوی دردسر میاد. شامه تو میگه ممکنه دردسر برای خودت باشه. نگران کسی غیر از خودت نیستی. در چرا بازه؟ بالاخره اومدی. چی شده؟ مینو پاشو توی کفش کرده که میخوام جدا زندگی کنم. مگه شهر هرت تو بشی چی نگفتی؟ مگه برف من گوش میکنه؟ برف تو گوش نمیکنه، برف منم گوش نمیکنه. چیکار کنم؟ برم کتکش بزنم؟ برم دست پاشو ببندم؟ یه جوری باش حرف بزن، یه جوری قانعش کن دیگه. دختری که حرف مادرشو نخونه برای حرف برادرش تره هم خورد نمیکنه. کجا به سلامتی؟ بودو بودو خبرت کرد؟ نباید خبرم میکرد؟ بهش گفته بودم میرم سی خودم. سی خودم یعنی چی؟ چی شده مگه؟ گوش کن مراد، من نمیدونم تو چی کار کردی، نمیدونم اصلا کاری کردی یا نه، ولی یه چیزی رو میدونم، پلیس بی خودی به کسی گیر نمیده. تو بیل خودتو بزن، اینا هیچ ربطی به تو نداره. تو رو تو قبر من نمیخوابونن که. قبر و بعدش که مال اون دنیاست. تو این دنیا چی؟ چرا من باید جواب کارهای تو رو بدم؟ کدوم جواب؟ من از پس خودم برمیام. چرا پلیس دنبالته؟ بی خود گیر دادن. از که تا حالا پلیسا شدن نشونه حقیقت. منم بچه همین خونم، همتونم خوب میشناسم. آها، شدیم همتون. شما؟ خدا رحمت کنه آقامونو، تو هم راه اونو رفتی. مادرمونم همیشه همدست شما دوتا بوده. وقتی خلافو گذاشتی کنار من کمکت کردم مراد، ولی دیگه نیستم. آره دیگه، ما خانوادگی دزدیم، فقط تو سفید برفی هستی. فقط پام به آگاهی باز نشده بود که شد. شهادت دروغ نداده بودم که دادم. سر کوچه هر روز پلیس وای نستاده بود که حالا وایستاده. من دیگه نمیتونم توی خونه بمونم. دست از سر من برداریم. شهادت دروغ کدومه؟ مگه من خونه نبودم؟ من نمیدونم.
من از خستگی سر شب خوابم برد. ولی به پلیسا گفتم با مامان جونم تا دیر وقت تو حال نشسته بودم، داشتم تلویزیون تماشا میکردم، تو هم اصلا از اتاق بیرون نیومدی. دروغ گفتم. خب نمیگفتی. کی مجبورت کرد؟ همین مامان شمسی خانم. میدونست چی میخوام بپرسن. میدونست راجع به کی میخوام بپرسن. گفت اگه غیر از این بگی شیرم و حلالت نمیکنم و چی و چی. من بدبختم موندم سرگردون بین حلال و حرام. انقدر گریه کرد و به سینه‌اش زد که حیات و ممات مراد دست تو مغزم از کار افتاد. حالا بذار من برم. من تو این خونه نباشم بهتره، من وصله ناجورم. تو هیچ جا نمیری. کی میخواد جلومو بگیره تو؟ خیلی چش سفیدی مینو. بزرگ کوچیکی یادت رفته؟ بزرگ کوچیکی یادم بره بهتر از اینه که حلال و حرام یادم بره. میری آواره کوچه و خیابون میشی، به غلط کردن میافتی، دوباره برمیگردی. فقط بیابرویش واسه ما میمونه. نه ترس، همچین اتفاقی نمیافته. از این بیابروتر هم نمیشم. مگه الان بیابرویی؟ نیستم. برای تو عادیه هی بری زندون و بیای بیرون. برای شمسی خانم عادیه همدست پسرش و شوهرش بشه و یه نفس دروغ بگه. من عادت نکردم. عادتم نمیکنم. نمیگم شما بدین و من خوبم. فقط میگم نمیخوام مثل شماها باشم. کجا داری میری؟ مگه این خونه بزرگتر نداره؟ نه نداره. از وقتی انقدر بودم و بابام به رحمت خدا رفت، این خونهمون بی صاحب. من از وقتی خودمو شناختم کار کردم. تو یادت میاد مراد 2 سال پشت هم سر یه کار مونده باشه؟ تو زندگیش غیر از رفیق بازی چی کار کرده؟ حالا که معلوم نیست چه گندی زده. من هر کاری کردم زندگی تو از همون چرخیده. باشه قبول. دستت هم درد نکنه. یه خرج‌خور کمتر. من میرم. بفرما. راه باز و جاده دراز. بچه که نیستی، 30 سالته. خدا رو شکر که 30 سالم و دستم به دهنم میرسه. حالا بگو کجا میری؟ میرم پلو مادر جون. او مجبورم نمیکنه دروغ بگم. مراد داره میره. خب بره. شامی بخشه شاغلی نمیبخشه. پلیس میگه آقا ببخشین بفرمایید خونه. میام خونه گیر مادر فولاد زره میفتم. پلیس گفت آقا ببخشین؟ پس چرا برنگشتی سر کارت؟ برمیگردم. تازه طلبم ازشون دارم. اگه صاحب کارت باور کرد بی تقصیری و برت گردوند، منم برمیگردم خونه. اگه پاتو از این خونه گذاشتی بیرون و آبرومونو جلوی فامیل بردی، دیگه به برگشتن فکر نکن. ببین کی داره از آبرو حرف میزنه. با چمدون نرو بیرون، جلوی در همسایه بده. بذار شب بشه. رسم شب دزدکی رفتن این خونه رو من به هم میزنم. رفت مراد. خب چی کار کنم؟ آشا به غیرتت. غیرت هم همینقدر بود که فوش بخورم و هیچی نگم. بیشتر از اینم ندارم. مگه ندیدی هرچی از دهنش در اومد بهم گفت؟ از این بهتر نمیشه. همه چی آماده است با سر بپریم تو شکلات. همه چی آماده است غیر از من. یعنی چی؟ نکن نقشه آماده نیست. نقشه آماده است. مشکل چیه؟ مشکل امینه. نمیتونم با خودم ببرمش، نمیتونم بذارم بمونه. بذارش پیش یکی از قوم خیشه. آدم وقتی پدر مادرش از دست میده، یه و همه فامیل از دست میده. خواهری، برادری، ما هر کدوم یه بر دنیاییم. شیلان فقط یه خواهر داره، اونم سوهل. اینجا هیچ کسو نداریم؟ کسی که بتونم بهش رو بندازم اونم قبول بکنه نه. ما دستان نوبری رو بندازم چیه؟ فکر فامیل واسه همین جور وقتاست دیگه. من چند روز میخوای بری؟ من 10 سال ایران نبودم. وقتی هم برگشتم ژیلا نبود. زن که تو خونه نباشه رفت و آمد و قوم و خویش هم تعطیل میشه. ولی یه کاری برم پیش کی رو بندازم مسئولیت بچه‌ام قبول کنه؟ آخرش که چی؟ خب این پروژه کلنگش بخوره، یه سره باید تو رفت و آمد باشی. که پرستار واسش بگیر. منم بهش سرکشی میکنم. دوست ندارم بچه‌ام بسپرم دست غریبه. گاهی این غریبا از 7 نسل قوم و خویش آدم بهتره. آگهی میدین روزنامه، قرار مصاحبه میذاریم. زامن معتبر میخوایم، از نیرو انتظامی هم استعلام میگیریم. نیرو انتظامی فقط میتونه بگه کی قبلا چی کار کرده، نمیتونه بگه کی بعدن قراره چی کار بکنه. خب تو خونه دوربین بذار. هزار یه راه وجود داره برای کنترل خونه. آره دوربین فکر خوبیه. دیر شد. به همین قول بدم ببرمش بیرون. وقتی یه مرد بخواد برای بچهش مادری کنه، مادر خوبی که نمیشه هیچ، پدر بودنش هم فراموش میکنه.
منظور چیه؟ باید مشکل تنهایی بچه تو حل کنی، یه تصمیمی بگیر. با نمیدونم که مشکل حل نمیشه. ها؟ اتفاقی بیفته تو شکلات رفتن تو قطعیه. بهت بر نخوره، نیت من کمکه. من از پول بدم نمیاد، اما انتظار ندارم برای این پروژه بچه تو رها کنی. اصلا تا اگه بحث این پروژه هم در میون نبود که بچه تک و تنها صبح تا شب تو خونه درندش روانی میشه، خب این پدری نیست براش میکنی. پرستار بگیر. اون دوربین فکر بهتریه. حاضری به دوربین فکر کنی که فقط قرار ضبط کنه، ولی با آدم زنده فکر نکنی که در صورت لزوم کاری قراره بکنه. باش، به هر دوش فکر میکنم. مشکل اینه که میخوای نظارت کنی، نمیخوای دخالت کنی. دوربین برات ضبط کنه که نگاه کنی ایراد بگیری. با ذات جورها هم غلطه. نیازی اینقدر با این مدیر دولتی ها گشتی داری شبیهشون میشی؟ فقط بلدی نصیحت بکنی، راهکار ارائه بدی. برات یه جواب دارم که خوشگل ناراحتت کنه. مهندسی دیگه، فقط نظارت بلدی. سلام بابا. دارم میام. عجله نکن مادر جان، بعد به دلتون راه ندین. شاید پیش دوستی باشه که ما نمیشناسیم. دست رو دست نمیذارم، دنبالش میگردم. منم مثل شما الان چیزی نمیدونم، اما به محض این که خبردار شدم کجاست بهتون زنگ میزنم. چشم چشم، قربونت برم، بسپاریم به خودم. حتما حتما. خدا نگهدار.